میخواست فریادش را از طرف همه زنانی که مورد تجاوز یا در معرض تجاوز قرار گرفتن به گوش عالم برساند. با اینکه خودش دیگر در میان ما نیست، اما صدایش اینجا امشب از طریق مستند 7 زمستان در تهران به گوش همه میرسد. مستند 7 زمستان در تهران از طریق دلنوشته و نامه های دختری پرشور اما دربند تهیه شده که با شعله مادرش درد دل می کند. قصه ای که از شخصیت قوی او پرده بر می دارد که حاضر نشد برای نجات جان خود از بی عدالتی بگذرد. من ریحانه جباری 23 سال دارم. با تناب داری جلی می کشمم سرمون باش ندارم. اگر این کار رو می نویسم برای بازگو کردن واقعیش که بر من رفت. داستان دختری که در معرض تجاوز مردی قرار گرفت که او را با فریب شغلی به مکانی کشانده بود و ریحانه برای فرار از چنگال او یک ضربه چاقو به او زده بود و حالا محکوم بود. بدشانسی بچه من این بود که اون طرف وابسته به جمهوری اسلامی بود. آقای سربندی هم خودش هم خانوادهش وابسته به وزارت اطلاعات بود و به همین دلیل جمهوری اسلامی با تمام توانش سعی کرد که بچه منو خورد کنه، له کنه تا پس بگیره این حرفشو که سربندی قصد تجاوز داشته. اما 7 سال زندان در بین ضعیف‌ترین زنان محروم جامعه از او انسانی قوی و دوستی نایاب ساخته بود و حالا دیگر تحمل بی‌عدالتی را سخت‌تر از مرگ می‌دانست. بچه من در 3 آبان 93 جلوی دوربین برنامه 23 اعدام کردن، اونم به این شکل که اول ازش خواستن که اون حرف رو پس بگیره، ریحانه پس نگرفته، وادارش کردن تماشا کنه، یک مرد رو جلوش دار زدن و ماموری که همراهش بود به من گفت که بعد از اینی که اونو دار زدن دیگه ریحانه هیچ حرفی نزد و فقط نگاه کرد، حتی یک کلمه هم دیگه حرف نزد. میخواهم هرچه زودتر این بخش را به پایان ببرم، چرا که میترسم زمان کافی برای نوشتن باقی نمانده باشد. این نامه ها را به زنی مهربان که همین روزها از زندان خواهد رفت میدهم. ریحانه شکنجه شد. زمستان های زیر صفر زندان قرچک را سپری کرد. جان چندین دختر دیگر را از قصاص نجات داد، اما تحت هیچ فشاری حاضر نشد بگوید که سروندی قصد تجاوز به او را نداشته. وقتی شعله 8 سال پس از اعدام دخترش شعار زن زندگی آزادی را شنید، چه احساسی کرد؟ واقعا احساس کردم ریحانه است که تکثیر شده. من همیشه از روز خاکسپاریش گفتم من این بچه رو مثل یه بذر تو زمین کاشتم. من اصلا فکر نمی کنم جسد رو به خاک سپردم. الان از تماشاچی ها، از مردمی که باشون روبرو میشم، میگم که بعد از دیدن فیلم چقدر دلتون میخواست که کاش که یه کاری میکردین که ریحانه نجات پیدا کنه. الان همون کار رو برای بچه های دیگه هم بکنید. داستان ریحانه جباری تمام مشکلاتی که به شعار زن زندگی آزادی منجر شد رو نشون داد. از دادگاه‌های نمایشی، اعترافات اجباری، تهدید و شکنجه، اما شاید بیشتر از همه و مهمتر از همه دختری بود که نشون داد برای خلق یک ارزش باید ایستاد، حتی اگر به قیمت جانت تمام شد.